جناب آقای آریان وطنخواه، شیاوش‌خان عزیز و همه کارکنان و کارمندان تلویزیون ایران آریایی، به نام نامی ایران و به نام همه جانباختگان راه میهن، هم‌میهنان عزیز و گرامی، زنده یاد فریدون مشیری، شاعری حساس و پرشور، قصیده‌ای تحت عنوان ریشه در خاک سروده که این قصیده را به احتضار میرسانم و به عاشقان، یاران و دوستان اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی و اعلی حضرت رضا شاه دوم تقدیم می‌دارم. ریشه در خاک. تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من ترا بدرود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرده است، دلت را خار خار ناامیدی سخ آزرده است. غم این نابسامانی همه توش و توانت را زتن برده است. تو با خون و عرق این جنگل پجمرده را رنگ و رمق دادی، تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیانکن در افتادی. تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است، تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است، تو را از نیم ره برگشتن یاران، تو را از زیر غمخاران زفا افکن. تو را این خوشساری های پی در پی، تو را این ابر ظلمت گستر بی رحم بی بارون، تو را هنگامه شوم شغالان بانگ بی تعطیل داغان در سطوح آورد. تو با پیشانی پاک و نجیب خیش که از آن سوی گندمدار طلوع با شکوهش خوشتر از صد تاج خورشید است، تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت، تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است، تو با چشمان غمباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و اینک حسرت و افسوس بر آن سای افکنده است، خواهی رفت و عشق من ترا بدرود خواهد گفت. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا تا نفس باقیش میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم. من اینجا روز آخر از ستیق کوه چون خورشید سرود فرق میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهید است، ولی افسوس در آرزوی آن روز به سر میبریم که همه میهم پرستان گمنام و بانام و عاشقان راه ایران زمین با در دست داشتن پرچم مقدس شیر خورشید نشان ایران و خواندن سرود ای ایران و به دوش کشیدن پیکر مطهر اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی قدم به خاک مقدس وطن گذاریم تا نیکی ها را جان بخشد و حق شناسی ها را آشکار سازد و روز و روزگار رو به خوبی و خوشی و کامرانی در پناه استقلال، آزادی، امنیت مانند گذشته با رژیم مشروطه سلطنتی به رهبری اعلی حضرت رضا شاه دوم با رأی و تمایل مردم بگذرانیم. زیبت که در درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت گفته است. هم‌میهنان عزیز گرامی، بقیه خدمات اعلی حضرت
محمد رضا شاه پهلوی و حوادث و اتفاقات رو به استدلالتان میرسانم. 16 مرداد ماه سال 1327 برابر با 7 اوت سال 1948 میلادی به مناسبت عید فطر، شاهنشاه پیامی خطاب به مسلمانان جهان از رادیوی پاریس فرستادند. کوی دانشجویان ایرانی در دانشگاه پاریس مورد بازدید شاهنشاه قرار گرفت. آنگاه شاهنشاه به میهمانی نهار هریو رئیس مجلس ملی فرانسه تشریف فرما شدند. شاهنشاه پس از 7 روز اقامت در پاریس به شهر نیس عزیمت فرمودند. 19 مرداد ماه سال 1947 برابر با 10 اوت سال 19 مرداد ماه سال 1327 برابر با 10 اوت سال 1948 میلادی شاهنشاه به طور غیر رسمی به سوئیس عزیمت کرده و به شهر نیس نزول اجلاس فرمودند. رئیس شورای کشورهای متحد سوئیس و هیئت وزیران سوئیس در کاخ لون از شاهنشاه استقبال کردند. رئیس شورای کشورهای متحد سوئیس به افتخار شاهنشاه ایران میهمانی با شکوهی ترتیب داد که در آن هیئت وزیران و برجسته‌ترین شخصیت‌های سوئیس شرکت داشتند. 21 مرداد ماه سال 1327 برابر با 12 اوت سال 1948 میلادی مرکز آزمایش هواپیماهای نظامی و جنگی و همچنین مرکز دفاع ضد هوایی سوئیس مورد بازدید شاهنشاه قرار گرفت. شاهنشاه به شهرتون تشریف فرما شدند و در این مرکز نظامی از یک لشکر موتوریزه و کارخانه های اصلی سازی آن بازدید به عمل آوردند. به افتخار تشریف فرمای شاهنشاه به سوئیس، سفارت شاهنشاهی ایران در وین ضیافت با شکوهی ترتیب داد که در آن رئیس شورای کشورهای متحد سوئیس و 300 نفر از سیاستمداران و نمایندگان سیاسی شرکت کردند. 22 خرداد ماه سال 1327 برابر با 13 اوت سال 1948 میلادی دانشجویان و ایرانیان مهم سوئیس به پیشگاه شاهنشاه باز یافتند. 25 مرداد ماه سال 1327 برابر با 16 اوت سال 1948 میلادی شاهنشاه از بناهای تاریخی سوئیس، همچنین از پل معروف مونبلان و دانشگاه و مؤسسات فرهنگی ژنو بازدید فرمودند. 26 مرداد ماه سال 1326 برابر با 17 اوت سال 1948 میلادی لایحه عفو عمومی کسانی که به نحوی در قائله آذربایجان و زنجان شرکت داشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 27 مرداد ماه سال 1327 برابر با 18 اوت سال 1948 میلادی شاهنشاه سوئیس را به قصد ایتالیا ترک فرمودند. هنگام ورود به فرودگاه روم مورد استقبال رئیس جمهوری، نخست وزیر و هیئت وزیران و سایر مقامات رسمی ایتالیا قرار گرفتند. شاهنشاه از کاخ کنال
اقامت خود برای دیدار از آثار تاریخی شهر روم عزیمت فرمودم. در ضیافت رسمی شام رئیس جمهوری ایتالیا که به افتخار شاهنشاه ترتیب داده شده بود، رئیس جمهوری ایتالیا نشان صلیب جنگی ایتالیا و نشان عالی خلبانی این کشور را به شاهنشاه ایران اهدا کرد. 28 مرداد ماه سال 1327 برابر با 19 اوت سال 1948 میلادی دانشجویان و ایرانیان مقیم ایتالیا در کاخ کرینال به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند و مورد تفکر قرار گرفتند. شاهنشاه نهار را با نخست وزیر ایتالیا صرف فرمودند. شاهنشاه در ضیافتی که از جانب شهردار روم به افتخار معظم‌الله ترتیب یافته بود شرکت فرمودند و شب هنگام به میهمانی شام سفارت ایران در روم تشریف فرما شدند. اوامر شاهنشاه در مورد علن تحویل هر گونه هزینه به اهالی پایتخت به منظور برپا ساختن طاق نصرت هنگام بازگشت معظم‌الله از سفر خارج کشور به نخست وزیر ابلاغ کردید. در اینجا به عرایضم خاتمه میدم. سپاسگزار از فرصتی که به بنده مرحمت فرمودید و سپاسگزار از هممیهنان عزیز گرامی که به عرایض این سرباز وطن گوش فرمودند. پاینده باد ایران و ملت ایران. در اهتزاز باد پرچم مقدس شیر خورشید نشان ایران.